سلام و وقتتون بخیر. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز و آماده برای اینکه وبینار امروز رو شروع کنیم. بچه اگر صدا و تصویر رو دارید لطفا یه تاییدیه من بدید، کانفرمیشن بدید تا بتونیم وبینار رو شروع کنیم. صدا و تصویر اوکی هست؟ حسین عزیز، سعید، امیر حسین، علیرضا و بقیه دوستان، صبح شما هم بخیر و ممنون که تایید میکنید که صدا هست. امیدوارم که تا اینجای هفته، تا این ساعت معاملاتی که داشتید در سود بوده باشه براتون و موفقیت آمیز. خب امروز میخوایم درباره ممنون مرسی بچه‌ها. اوکی پس صدا تصویر اوکی. امروز میخوایم درباره استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت صحبت کنیم. استراتژی معاملاتی کوتاه مدت از چه نظر میخوایم صحبت کنیم و الان بیشتر براتون توضیح میدم. قبل از اون راه های ارتباط با ما رو به خصوص برای دوستانی که بار اول از شرکت میکنن، webinars.ir@hotforex.com ایمیل مستقیمی هستش که برای مسائل فنی و وبینارا میتونید در موردش در ارتباط باشید، میتونید موضوعاتون رو از این طریق هم پیشنهاد بدید. iran@hotforex.com هم ایمیل بخش فارسی شرکت هاتفارکس هست برای واریزی برداشتی مسائل مختلفی که میخواد با بچه بخش فارسی با بچه بخش ایران صحبت کنید. از این طریق همینطور شماره تلفن، اسکایپ و کانال تلگرامی هم اینجا ذکر شده. اما این مطالب به عنوان یه پیام بازاریابی و با اطلاعات کلی فراهم شده و تحقیقات مستقلی برای سرمایه گذاری نیست. در این پیام بازاریابی هیچ توصیه‌ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد و نباید چنین پیش‌فرضی وجود داشته باشد. همچنین خرید و فروش هیچ ابزار مالی نباید بر اساس این پیام صورت پذیرد. تا اطلاعاتی که در این مطلب وجود دارد از منابع مشهور و معتبر جمع‌آوری شده، اطلاعاتی که از گذشته جمع‌آوری می‌شوند لزوماً شرایط آینده را نشان نخواهند داد. کاربران تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر گونه سرمایه‌گذاری در مسائل تحریمی با درجه‌ای از ابهام درگیر است. همچنین این موضوع هم تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر نوع سرمایه‌گذاری در این حوزه طبیعتی با ریسک بسیار بالا دارد و کاربران به تنهایی مسئولیت این ریسک را بر دوش دارند. فرض ما بر این است که درصد سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات آمده در این پیام هیچ مسئولیتی برای ضررهای احتمالی متوجه ما نخواهد بود. این مطالب نباید بدون اجازه کتبی قبلی توضیح و یا در جای دیگر مورد استفاده واقع شود. بنده اورا چاکی هستم، با تجربه تجارت در بازار بورس و مشاوره مالی در کشورهای مختلف از سال 2006 تاکنون، تحلیلگر بازار در شرکت هاتفارکس و بنیانگذار و مدیر عامل شرکت های مشاوره به نام های زیرو اسپرد و ترید بوسکس. خیلی خوب، اما بریم درباره وبینار امروز. ما امروز میخوایم درباره چی صحبت کنیم؟ ما امروز یه کوتاه درباره، یعنی در واقع ببینید کاری که ما میخوایم انجام بدیم این نیست که من امروز نمیام استراتژی ها رو یکی یکی تمرین عملی بکنم. اگر برسیم شاید اون کارو بکنیم، ولی قبل از اون نکات مهمی هستش که ما باید بدونیم، یعنی باید اصلا با کلیت نحوی معاملات در کوتاه مدت آشنا بشیم. چون وقتی ما میگیم که معاملات کوتاه مدت رو در مورد صحبت میکنیم، باید اول با نحوی اون، با اصول و قواعدش آشنا بشیم، استراتژی های مختلف رو بدونیم چی هستن، به چه صورت کار میکنن، استراتژی مخصوص خودمون رو پیدا کنیم و بعد بریم کار کنیم. پس اجازه بدید قدم به قدم بریم تو این جلسه تا جایی که امکانش باشه. ما اون من سعی میکنم نحوه معاملات رو بر اساس کوتاه مدت، اصول و قواعدش رو براتون توضیح بدم. موضوعاتی که از بین این مسائلی که بر توضیح میدم، استراتژی که انتخاب میکنید بگید کدوم رو در وبینارهای آینده به ترتیب ما در ماه آینده که وبینارها مشخص شده، ماه مارس، ماه آپریل، برای ماه آپریل ما میتونیم در واقع پیشنهاد بدیم که از این موضوعاتی که داریم در مورد استراتژی صحبت میکنیم کدوم یکی رو به جزئیات براتون توضیح بدم. امروز ما در مورد اصول و مباحث فنی و بیسیک این استراتژی ها میخوایم صحبت کنیم، چیزی که قبل از اینکه یه استراتژی رو باید بدونیم. ببینید اصلا استراتژی، ما چرا به یک استراتژی نیاز داریم؟ شما ببینید، شما آبم که میخوایم بخوریم، برای اینکه قابل خوردن باشه باید یک فرم داشته باشه، باید یک لیوان داشته باشه. حتی اگه شما میخواید با غذا، حتی اگه میخواید با دست آب بخورید، اون فرم دستتون یه فرم میده تا بتونید اونو بگیرید. بدون داشتن فرم نمیشه چیزی رو استفاده کرد. فرم اون قالبیه که به ما نقشه راهو نشون میده، اون قالبیه که برای ما استراتژیمون رو مشخص میکنه، مشخص میکنه که ما دنبال چی هستیم. حالا در چیز، در معاملات بازارهای سهام هم این فرما میتونه معاملات روزانه باشه، کوتاه مدت باشه، بلند مدت باشه، اسکالپینگ باشه و غیره و غیره، که اینا استراتژی مختلف هستن. اما استراتژی داشتن شامل ساعت کاری هم میشه، یعنی فقط این نیستش که ما بگیم که خب استراتژی معاملاتی یعنی که اسکالپینگ، این یعنی اون یک سیستم معاملاتی است. یک استراتژی شامل سیستم معاملاتی و عوامل دیگه مثل تایم بندی، مثل روانشناسی و غیره و غیره و غیره هم میشه. یعنی ما مسائلی که باید در نظر بگیریم فقط این نیستش که آقا RSI رفت بالا بفروش، RSI اومد پایین بخر، فلان، نه اینا نیستن. مسائل بسیار بسیار گسترده تر و مهمتری وجود داره که ما باید همه اینا رو در نظر بگیریم. اجازه بدید بریم روی
صفحه بعدی و اصلا چه صحبت کنیم. اما ببینید اصلا استراتژی معاملات روزانه چرا مهم هستن و چرا ما باید بهشون توجه کنیم. ببین من خودم شخصا بهش میگم هیجان انگیزترین استراتژی های معاملاتی، یعنی استراتژی های معاملات روزانه واقعا هیجان انگیزترین هستن، چون پوزیشن ها در آخر روز ما میبندیم، یعنی پوزیشن ها رو باز میکنیم همون روز معاملاتی و در همون روز معاملاتی ماکسیموم، حالا برای یک روز یا دو روز ماکسیموم میتونیم نگه داریم، ولی در پوزیشن، یعنی در استراتژی روزانه معمولا ما میگیم که پوزیشنی که همون روز باز میشه همون روز بسته میشه، به ندرت هم پیش میاد پوزیشن در روزهای آینده بسته میشه، ولی در 99 درصد، در 90 درصد مواقع، بشه 90 درصد مواقع پوزیشنی که روز باز میکنید همون روز میبندید و روز جدید با پوزیشن جدید شروع میکنید. ببینید بیشتر این مسئله، این به خاطر همین هم هستش که یک این استراتژی شروع هیجان داره داخلش، استراتژی که توش حرکت در کنار منطق و چیز وجود داره، حرکت در کنار منطق و استدلال وجود داره، یعنی همون هیجان بازار هست، همون آدرنالینه هست، هم در کنارش یه منطقی که میتونه شما رو بعضی وقتا کول داون کنه، آروم کنه و بیاره از پایین، در واقع با منطق و با منطق، همون کلمه منطق شاید درست باشه، و همون منطق به شما کمک میکنه که بتونید در واقع کار کنید. ببینید کاری که باید انجام بدید، مسئله‌ای که وجود داره اینه که این استراتژی که روز 4 5 ساعت برای این کار باید وقت بذارید. بنابراین اگر کمتر از 4 5 ساعت میخواد برای این کار وقت بذارید، برای شما استراتژی های روزانه مناسب نیستن. استراتژی روزانه نیاز به زمان داره، به دلیل بستن اینکه چون پوزیشن ها رو معمولا در آخر روز هم برمیبندیم، امکان جلوگیری از ضررهای ناگهانی بازار وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما بعضی وقتا میبینید مثلا پوزیشنتون باز میمونه برای روز آینده، یه دفعه اون پوزیشنی که برای روز آینده باز میمونه، میبینید که شما به شما چند تا در واقع با گپی که باز میشه، اون گپه باعث میشه که مثلا یه اون گپی برای شما باز میشه و اون گپ شاید مثلا ضرر زیادی شما ایجاد کنه اگر پوزیشنتون بمونه برای روزهای بعدی. ولی اگه پوزیشن همون روز ببندید، دیگه از این ریسک های گپ و اینا هم در امان خواهید بود. برای همین یه مقدار در واقع شما را از ضررهای بزرگ نجات میده. و اما به دلیل اینکه تعداد تریدها در این استراتژی زیاده، همونطور که عرض کردم، باعث هیجان این کار میشه و تو این استراتژی اما نکته، ببین هر استراتژی صافی یه سری نکات خوب داره، سری نکات بد، از در واقع بعد که حالا اصلا میتونیم بگیم بعد یکی نکات مثبت یکی نکات منفی، حالا مثلا اینطوری بگیم. از نکات منفی این استراتژی اینه که چون استراتژی های روزانه در محدودهای معاملاتی محدودتری انجام میشن، این محدوده معاملاتی اوریجی که معاملات میکنیم، محدوده که معامله میکنیم یه خورده محدودتره، بنابراین اتفاقی که میفته چی؟ اتفاقی که میفته اینه که ما استاپ لاس و تیک پروفیت هامون معمولا در این استراتژی چیه؟ در این استراتژی استاپ لاس و تیک پروفیت هامون نزدیکتره، برای همین ریسک معاملات هم گاهن بیشتر میشه. تو این استراتژی یک چیزی که باید همونطور که عرض کردم، چون در مورد محدوده معاملات روزانه صحبت بکنیم، باید حتما به محدوده، یعنی روزانه محدوده معاملات روزانه حتما باید دقیق مشخص کنیم دیدگاه کل. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که در معاملات روزانه معنیش این نیستش که چون معاملات روزانه هستش ما باید دیدگاه کوتاه مدت داشته باشیم. ببینید در معاملات روزانه ما میگیم که شما دیدگاه بلند مدت داشته باشید، یعنی یک دید بلند مدت باید داشته باشید، باید دید بلند مدت بازار رو نگاه کنید و بعد بیاید تو پوزیشن کوتاه مدت روزانه ترید کنید. این رو حتما به یاد داشته باشید. اما انواع استراتژی های معاملات روزانه چیا هستن؟ ببینید اینجاست که من عرض کردم که ببینید من الان در مورد کلیتش توضیح میدم. خب بچه‌ها، ما امروز در مورد این وبینار در مورد اصول و مبانی ابتدایی و پایه استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدته و من یک سری اصول رو اینجا معرفی میکنم برای وبینارهای بعدی. از بین این چیزهایی که وجود داره، 5 تا استراتژی که اینجا وجود داره، شما میتونید بگید که کدوم یکی رو در موردش باید بیشتر بدونید، کدوم یکی در موردش میدونید. پرایس اکشن اگر اشتباه نکنم هفته بعد، یکی دو هفته آینده در مورد پرایس اکشن ما چیز داریم، یکی دو هفته آینده در مورد پرایس اکشن اگه اشتباه نکنم وبینار داریم. در مورد بقیه، شما وبینار که تموم میشه، آخر وبینار که تموم میشه، یعنی شما سفر رو که میبندید،
یه صفحه نظرسنجی ایجاد میشه، باز میشه، اون صفحه نظرسنجی نظرتون رو درباره این وبینار کامل به دقیق و بنویسید، خواهشان پیشنهاداتون رو بنویسید و موضوعاتی هم که میخواد، چه این موضوع چه موضوعات دیگه میخواد پیشنهاد بدید برای وبینار هم بنویسید. پس مهمترین، یعنی در واقع معروفترین یا پرکاربردترین استراتژی معاملات روزانه چی هست؟ یکی اسکالپینگ، یکی دیگه اش معامله در محدودهای حرکتی روزانه است. حالا بهش میگن دیلی اوریج، ترید این دیلی اوریج، یعنی میان محدوده میانگین، محدوده روزانه. اون محدوده روزانه باید چطوری مشخص کنیم و چطوری اونجا معامله کنیم، خودش یک داستان جالبی داره. بعد پرایس اکشن، پرایس اکشن یه نکته که من قبلا ساختم، پرایس اکشن هم میتونه جزء برای از در واقع استراتژی های پرایس اکشن میتونید برای معاملات روزانه استفاده کنید، هم میتونید برای معاملات طولانی مدت استفاده کنید. پس پرایس اکشن جزء اون دسته استراتژی ها و اون روش های معاملاتی که شما میتونید هم در کوتاه مدت، هم میان مدت و هم بلند مدت ازش استفاده کنید. معامله با خبر یا در واقع نیوز تریدینگ، معاملات با خبر جزء پرکاربردترین استراتژی معاملات روزانه هستند. اینکه شما معامله با، یعنی اینکه خبرها رو چطوری مشخص کنید، با کدوم ها چطوری معامله کنید، جزء استراتژی پرکاربرد معاملاتی هستند. اینو باید در موردش بیشتر دقت بفرمایید. و معامله با نوسانگیری، و نوسانگیری من تا اونجا که اطلاع پیدا کردم در ایران خیلی مرسوم هست بین معامله گران ایرانی، بچه ایران حتی در بازار سهام ایران هم این نوسانگیری رو زیاد استفاده میکنید. در مورد این مسئله نوسانگیری حتما در واقع براتون توضیح میدیم. اما بریم یه بهترین انتخاب ببینید. اما نکاتی که وجود داره اینه که برای اینکه این استراتژی، یعنی از بین این استراتژی ها چطوری برای خودمون یک چیز رو پیدا کنیم، یک استراتژی مناسب پیدا کنیم، باید به چند تا نکته توجه داشته باشیم. به اینکه معامله گر، یکی اینکه برای معامله گر حرفه‌ای نیاز به داشتن اطلاعات و تسلط داشتن روی چند استراتژی داریم. الان در مورد یه سری از اینها صحبت می‌کنیم. میزان ریسک پذیریتون باید مشخص باشه. مدت، یعنی پس وقتی ما میگیم چند تا استراتژی، یعنی این نیستش که شما فقط باید یکی از اینها رو بتونید، قاعدتا باید دو تا سه تا از اینها رو حداقل روش تسلط داشته باشید که در زمانهای مختلف بتونید استراتژیتون رو عوض کنید. میزان ریسک پذیریتون باید مشخص کنید، مدت زمانی که برای ترید کردن نیاز دارید، میزان سرمایه و انتظار خود شما از این بیزنس. بذارید یک کار دیگه بکنید، اجازه بدید که من اون یک سری عرض همونطور که عرض کردم یه سری نکات بسیار کلیدی و هستش که باید قبل از شروع معاملات روزانه بدونید. من قبل از اون یه خواهشی ازتون دارم بچه ها. من یه بر اساس صحبت هایی که قبلا کردیم و ایمیل ها و درخواست هایی که قبلا بوده، من یه مقدار سرعت صحبت کردن رو، سرعت پیشرفتن رو بیشتر کردم. این پیشرفت بیشتر کردن سرعت، بعضی از دوستان بهش اعتراض داشتن، اکثرا نظر موافقی داشتن تا اونجایی که من قبلا در جریان بودم. یه سری دوستان گفتن که تون تون میگید، ما متوجه نمیشیم. من میخوام اینو بگم بچه ها، این سرعتی که دارم میگم اگر اذیت کننده است، هر موقع حس کردید که سرعتی که دارم میگم زیاده و باعث میشه که مطالب رو متوجه نشید، حتما بنویسید که من میخوام سرعت گفتار رو کمتر کنم. چون همونطور که عرض کردم خدمتتون، بر اساس درخواستایی که قبلا داشتیم، من سرعت معاملات رو اونجا بیشتر کردم. اما یه کار دیگه هم بذارید من انجام بدم، و اونم این که استراتژی معاملات کوتاه، و اونم این که من پی دی اف این وبینار رو هم الان اینجا گذاشتم روی بخش دانلود ها. پی دی اف وبینار رو هم از اینجا میتونید دانلود کنید. من به بچه‌ها این پی دی اف رو بعد وبینار، نمیدونم یادم نیست، براشون فرستادم قبل از وبینار، یا اگر نفرسته باشم بعد وبینار برای بچه‌ها میفرستم که اینو دیزاین کنن، یه خود مرتب کنن در کانال، در پیج اینستاگرام، پیج اینستاگرام ahura.hotforex. تو اون پیج اینستاگرام ahura.hotforex اونجا من یه خلاصه این رو به صورت چیز، به صورت پی دی اف و به صورت جی پی یا عکس در اینستاگرام هم میگم بچه‌ها منتشر کنن. حالا اگه امروز شد، امروز نشد، فردا میگم اینا بذارن. یه سری بهشون داده بودم، حالا اگه خاطرم باشه، نباشه، اگه اشتباه نکرده باشم. خب پس به قول انگلیسی زبان‌ها در مورد سرعت، are we good، ما خوبیم، همدیگر متوجه شدیم، اوکی، یعنی مشکلی وجود نداره. اگر وجود نداره، من همین صورت ادامه بدم. اگر هر موقع احساس کردید سرعت زیاده یا مسائل اینطوری، لطفا بگید که من سرعت رو کمتر کنم. اما چند تا نکته و مسائل مهمی که قبل از این که نکات و مسائل مهمی که ما نیاز داریم قبل از این که در واقع معاملات استراتژی روزانه رو بدونیم، اینجا من به یه سری نکات رو چیز کردم،
آوردم یه 10 تا نکته هستش که باید اونها رو بهش توجه کنیم. ببینید، معاملات روزانه خرید و فروش یک ابزار مالی، یعنی اصلا معاملات وقتی اصلا یه چیزی، بیا مثلا معاملات روزانه رو تعریف کنیم. معاملات روزانه وقتی میگیم یعنی چی؟ بذارید اینطوری بریم. معاملات روزانه یعنی چی؟ یعنی خرید و فروش یک ابزار مالی، یا یک ابزار مالی یا چندین ابزار مالی، فرقی نمیکنه، یک یا چندین ابزار مالی به صورت به صورت یک بار یا چندین بار، یک بار یا چندین بار در طول یک روز، یعنی خرید و فروش یک یا چند نماد معاملاتی یک یا چندین بار در طول یک روز، و استفاده از حرکات اندک قیمت که میتونه در واقع در یک بازی پرسود باشه. یعنی معاملات روزانه ما میگیم حرکت، چون معاملات در یک روز که اونقدر تیز حرکت نمیکنه، که مثلا اگه بخوام بازار سهام باشه 2-3 دلار 4 دلار بره بالا پایین، بس حالا سهام اغلب اینطوریه. پس حرکت های کوچکتر رو ما با در واقع از بهترین استفاده از اون حرکت های کوچکتر استفاده کنیم که میتونه خیلی پرسود باشه اگر به درستی انجام بشه. اما این میتونه یه روش خیلی پر ریسک هم باشه برای تازه واردایی که، یا هر کسی که استراتژی مناسب معاملاتی برای خودش انتخاب نمیکنه اما در و بهش پایبند نیست. ببینید بچه‌ها، ما یک مسئله داریم، یک استراتژی داریم، یکی داریم، یه چیزی به نام استراتژی داریم، یه چیزی هم داریم به نام پایبند بودن به استراتژی. بچه ها یه مسائلی هستش. ببینید بچه ها، از همونطور که عرض کردم، وقتی ما میگیم استراتژی فقط شامل در واقع اون سیستم معاملاتی شما نیست. استراتژی اون سیستم معاملاتی شماست، به علاوه روانشناسی شما، به علاوه زمانبندی شما، به علاوه هزار تا مسائل دیگه. یعنی یک استراتژی داشتن شامل همه اینهاست، یعنی فقط اون سیستم معاملاتی نیستش. یک بحثی داریم که ما میگیم خب یه استراتژی معاملاتی داشتن، اما استراتژی معاملاتی داشتن این متزلزم این هم هستش که شما اون متزلزم استلزام حال needs exactly needs نیازمند این هست، نیازمند این هستش که شما اون استراتژی رو بهش پایبند هم باشید. یعنی فقط داشتن استراتژی به خودی خود مناسب و کافی نیست. مناسب هست ولی کافی نیست. برخی از در واقع اصول تجارت روزانه رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم، که حالا وقتی که اینا رو بررسی کردیم بعداً میتونیم در مورد زمان خرید و فروش، استراتژی معتبر و قید تصمیم گیری بهتری بکنیم. اجازه بدید یه چیز اول بگم. دانش قدرته. دانش knowledge is a power. دانش قدرته. اینو همیشه به یاد داشته باشید بچه‌ها، چه تو مسائل سیاسی، چه تو مسائل اقتصادی، چه تو روابطتون. ما میگم مثال، من همیشه مثال چیز میزنم، مثال میگم که شما اگر در رابطتون با همسرتون، در رابطه با دوست دخترتون، هر چقدر اطلاعات بیشتری از همسرتون داشته باشید، شریک زندگیتون، دوست دخترتون داشته باشید، بهتر میتونید رابطه برقرار کنید. یعنی وقتی که، یعنی شناخت بیشتر، هر چقدر بهتر بدونید که مثلا امروز حالش چطوره، امروز برنامه شریک زندگیتون یا شریک کاریتون امروز برنامهش چیه، حالش چطوره، به چه چیزای علاقه داره، اگر اینا رو بدونید در اون روز شما میتونید راحت‌تر باشه ارتباط برقرار کنید. اگر برنامه کاری روزانه شما هستم که بدونید، پرسید ازش برنامه کاری روزانه چیه، اگر برنامه کاری روزانه‌شو بدونید حتما میتونید باهاش ارتباط بهتری برقرار کنید. بنابراین دانش داشتن، وقتی دانش داشته باشید قدرت دارید. در بحث معاملات هم همینه. معامله گر روزانه علاوه بر در واقع علاوه بر همه اون سیستم‌های معاملاتی چه می‌دونم تکنیکال و غیره، حتما باید آگاهی داشته باشه از آخرین اخبار، از رویدادهای مهم، از بانک‌هایی که چیکار میکنن، تصمیم گیری سیاست های پولی، سخنرانی های مهم و غیر چشم انداز اقتصادی. در واقع تقویم اقتصادی رو باید حتما بهش تسلط داشته باشید اگر میخواید دانش خوبی داشته باشید در معاملات روزانه. تکلیفتون رو درست بنابراین انجام بدید، یعنی برید دنبال اینا لیستی پیدا کنید از تمام اون ابزارهایی که در واقع یعنی شما باید مشخص کنید که چه نمادی رو معامله میکنید تو اون، حال فرق نمیکنه کدوم یکی از این سیستم های معاملاتی رو میخواید داشته باشید، تو هر کدوم از اینها میخواید اسکالپ کنید، میخواید پرایس اکشن کنید و غیر و غیر و غیره، حتما باید اون تخمین اقتصادی روز رو برید مطالعه کنید. تخمین اقتصادی روز رو مطالعه کنید، نکات مهمه برای خودشون، برای خودتون یادداشت برداری کنید، شرکت هایی که مثلا در موردش میخواید معامله کنید، بازاری که میخواد در موردش معامله کنید، مهمترین خبرهایی که اونا دارن در مورد دارن برید پیدا کنید، به روز رسانی ها رو بخونید، اخبار رو مرتب پیگیری کنید و از وبسایت های معتبر اینو بخونید. یه چیزی در مورد وبسایت‌های معتبر گفتم، میشه بچه‌ها یه نکته خیلی خوشحال کننده، نمیدونم کدوماتون میدونید یا نه، ما در ریتینگ‌های مختلف تحلیل بازارهای مالی
هفته گذشته ما چهارمین شرکت میدونید که ما یه بخشی داریم آنالایز، بخش تحلیل دیگه ها، شما اخبار اون از اونجایی که شما تحلیل روزانه رو من می نویسم، همکارای دیگه هم می نویسم، ما 12 نفر هستیم از کشور مختلف که می نویسیم، ما شدیم چهارمین وبسایت برتر تحلیلی دنیا. خب این اینجا افتخار هم برای ما، هم برای همه بچه‌ای که با هارد فارکس معامله میکنن. ببینید اخبار و تحلیل ها رو از این وبسایت های معتبر مثل وبسایت بخش تحلیل خودمون یا بخش تحلیل وبسایت های دیگه بخونید و از بروز رسانه بازار آگاه باشید. اینا رو که آگاه باشید میتونه به شما قدرت بده. نکته بعدی، قدم بعدی اینه که چی؟ بچه ها من سوالایی که میپرسید حتما بهشون جواب میدم، به بخش پرسش و پاسخ که برسیم حتما بهشون جواب میدم. پس اگر سوالی رو نوشتید نگران نباشید، کمی منتظر بشید، سوالتون رو لازم نیست دوبار سه بار تکرار کنید، من حتما به موقعش جواب میدم. ارزیاب، نکته بعدی که ما باید بهش توجه کنیم برنامه مالی که باید بهش یعنی برنامه مالی خودتون رو باید تنظیم کنید و مشخص کنید. ارزیابی کنید که دقیقا تو هر معامله چقدر از سرمایه خودتون رو میتونید ریسک کنید. ببینید ما تو انگلیسی فکر کنم همین دو تا چینگم بهش دقیق بخوام ترجمه فارسی کنیم به انگلیسی، یعنی که مشخص کنید که چقدر از سرمایه‌تون رو اگر ضرر کنید، اگر از دست بدید آسیب نمیبینید، چقدرش قابلیت ریسک کردن دارید، اون میزان مشخص کنید. بعد ریسک در هر پوزیشنتون رو بیایید مشخص کنید. مثلا میگم اگه یه حساب دارین 40,000 دلاره و میخواد که مثلا 0.5% از سرمایه خودتون رو تو هر معامله ریسک کنید، حد اکثر تو یک پوزیشنید که 40,000 دلار سرمایه‌تون هست، ماکسیمم شما میتونید 200 دلار مثلا باید تا محدوده 200 دلار بذارید که ضرر کن، یعنی امکان ضرر داشته باشید. بنابراین لات سایزتون رو بیاید بر اساس این مشخص کنید، یعنی بر اساس این مشخص کنید که خب حالا لات سایزتون چی باشه، استاپ لاستون چی باشه. اینها نکاتی هستن که بچه ها مهمن، اینا رو باید به دقت ارزیابی کنید، اینا رو باید به دقت در موردش بررسی کنید. اون مقدار از سرمایه‌تون رو، اون مقدار از سرمایه‌تون رو ریسک کنید که عرض کردم خدمتتون، توان ضرر کردنش رو دارید. قرار نیست اون شما ضرر کنید، یعنی قرار نیست که حتما اون اتفاق بیفته و شما ضرر کنید، اما این یک پایه است، این یک اصوله. اون قدری ریسک کنید که میتونید ریسک کنید. نیاید بگید که مثلا دیشب بود اگه اشتباه نکنم و داشتم پیغام های اینستاگرام رو میخوندم، یه بنده خدایی نوشته بود که من خونم رو فروختم، چه میدونم اومدم شهرستان، ولی حالا من کاش دیلیتش نمی کردم، دیلیت کردم به خاطر اینکه در ارتباط خیلی بیادب صحبت می کرد و خیلی نحوه حرف زدنشو بلد نبود و متاسفانه پیغامشو کلا دیلیت کردم. بعضی واقعا یه چیز عجیبی بچه ها، نمیدونم چرا یه سری از این دوستانی که از ایران در واقع پیغام میدن یک نمیدونم حس میکنم عصبانی هم فکر میکنم هم یک مقدار عصبانی هستم بچه ها اونجا. حرف زدن این مقدار خیلی، یه سری کلماتی رو استفاده میکنن که آدم نمیدونه مثلا اشتباه، یعنی فارسی یا فارسی رو بلد نیستن یا نمیدونم فارسی رو به زبان فارسی سخت صحبت دوست دارن صحبت کنن. متاسفانه من یه خود حساسم روی استفاده از کلمات و چون کلمات خوبی رو استفاده نکردم پاکشون کردم، دیلیتشون کردم که دوست سعی کنم یه خورده بچه‌ای که پیغام میدن خود رعایت کنن. خلاصه این بنده خدا نوشته بود که رفته چه میدونم خونه‌شو فروخته، ماشینشو فروخته، رفته توی شهرستان توی جای خیلی کوچیک‌تر ارزان‌تر زندگی کنه که این پولشو بذاره تو بازار سهام معامله کنه. بعد خود درست حسابی هم از حرف زدنش هم مشخص بود که درست حسابی اصلا دانش درست حسابی هم نداره، یعنی نه دانش درستی داشت نمیدونست مدیریت مالی مدیریت ریسک چیه. خونه و زمینش هم فروخته بود که بره در بازار سهام معامله کنه و بازار سهام در ایران که اومده پایین ضرر زیادی کرده و الان نمیدونه چی کار کنه. خب ببینید بچه‌ها، من این مسئله ای که هستش که میگیم که اونقدری رو ریسک کنید که اگر اون از دست دادید خللی در زندگی شما ایجاد نشه. اگر این کارو بکنید اذیت میشید. حالا یه سری هستن که میان اونقدر ریسک میکنن که میتونن ضرر کنن، یه با پول اضافه میان میتونن ضرر کنن، ضرر کردن چه اتفاقی براش افتاده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده براش، ضرر کردن تمام شده رفته. اما اونی که تمام زندگیشو ریسک کرده چه اتفاقی میفته؟ اگر ضرر کنه میشکنه، نابود میشه، داغون میشه، فشار روی روانی بهش وارد میشه، بعد باعث میشه که همینطوری مثل این بنده خدایی که دیشب پیغام داده بود بی ادب حرف بزنه. اینها مسائلی هستن که نتایج اونن، یعنی استرسایی که به شما وارد میکنه. بنابراین برنامه مالیتون رو مشخص کنید، میزان مدیریت مالیتون رو، مدیریت ریسکتون رو مشخص کنید، به خصوص اگر معامله گر روزانه هستید. بچه‌ها معامله گری روزانه سخت ترین نوع معامله گریه، یعنی شما اگه معامله گری دراز مدت انجام بدید، معامله گری دراز مدت زیاد سخت نیست. معامله گری دراز مدت یه سری تحلیل فاندامنتال درست میخواد، مشاوره درست میخواد، خرید میکنید و میسید برای دراز مدت.
اما معامله گری روزانه سختترین شیوه معامله گری، سختترین روش های معامله گری، معامله گری روزانه هستند. بنابراین بسیار بسیار باید به اعصاب خودتون مسلط باشید، باید خیلی دقت کنید. اگر معامله گر روزانه هستید به یاد داشته باشید که فقط و فقط میزانی رو ریسک کنید که اگر ضرر کردید مشکلی برای زندگیتون پیش نمیاد، هرچند ما قرار نیست اون رو ضرر کنیم، ولی اینو باید در نظر داشته باشیم. زمان معاملات خودتون رو مشخص کنید، ببینید مشخص کنید که شما چقدر وقت زمان نیاز دارید. ببینید یه مسئله که ما داریم اینه که تجارت روزانه به وقت گذاشتن نیاز داره، نیاز داره که شما وقت بذارید برای این کار. اگر معامله گر روزانه هستید یعنی که در روز باید روزی حداقل 4 ساعت 5 ساعت تا 6 ساعت وقت، بین 4 تا 6 ساعت وقت بذارید برای این تجارت. اگر اینقدر وقت ندارید نرید سمت این روش معاملاتی که ضرر میکنه، یعنی معامله گر روزانه باید حداقل بین 4 تا 6 ساعت، مینیمم بین 4 تا 6 ساعت، بتونه بیشتر بهتر، ولی بین 4 تا 6 ساعت باید در بازار باشه. اگر به فرایند در واقع تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه‌ای میخواید وارد بشید، باید برید چیکار کنید؟ باید برید بازارها رو جستجو کنید، وقت بذارید، بخونید. یعنی فرایند از شروع کردن تا یک تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه‌ای رو میخواید انجام بدید و طی کنید این فرایند رو، باید هر زمانی از بازارها و در واقع اطلاع داشته باشید. در زمانهای مختلف میتونه چیکار کنه؟ در ساعتهای مختلف، زمانهای مختلف فرصتهای معاملاتی ایجاد میشه. شما باید در بازار باشید، از اون زمانها اطلاع داشته باشید که بتونید اون رو شکار کنید، ردیابی کنید و شکار کنید. نکته ای که بسیار بسیار مهمه، من اینجا هم نوشتم، سریع اقدام کردن و تصمیم های سریع درست از نکات بسیار بسیار مهمی هستش که ما در معاملات روزانه باید حواسمون بهش باشه که بتونیم سریع اقدام کنیم و درست تصمیم بگیریم. ولی اگر شما تازه کار هستید، لطفاً اگر مبتدی هستید، لطفاً از کم شروع کنید. از یک یا دو تا نماد یا سهم در روز شروع کنید. لازم نیست برید 4 تا 5 تا نماد، 4 5 تا بازار رو همزمان معامله کنید. معامله کردن بازارهای مختلف نیاز به دانش بیشتری داره، نیاز به تجربه بیشتری داره، نیاز به وقت بیشتری داره که شما در بازارهای مختلف سرچ کنید، تحقیق کنید، برید بررسی کنید تا بتونید فرصت‌های مناسب پیدا کنید، اخبار مهم اون بازارها رو پیگیری کنید. اما اگر شما مبتدی هستید و تازه شروع کردید، سعی کنید از یک یا دو تا بازار شروع کنید و از حجم معاملات کم شروع کنید. اما حجم معاملات کم، بچه ها، نکته ای که وجود داره، یکی داریم به نام حجم معاملات کم، یکی داریم معاملات کم حجم، معاملات در بازارهای کم حجم. معاملگر روزانه از حجم معاملات کم باید استفاده کنه بخصوص اگر مبتدی هستید، ولی نباید در بازارهای با حجم کم معامله کنید. ببینید بچه ها، اگر دنبال چیز ارزون در واقع با قیمت پایین، مثلا سهام ارزون هستید، برید به سمتش نرید. مثلا اگر در بازارهای سهام معامله میکنید، معامله گر روزانه سمت بازارهای سهام مثلا یک دلاری، دو دلاری تا 5 دلاری نمیره. مثلا مثال دارم میزنم، چرا؟ به خاطر اینکه اینها محدوده حرکتشون، محدوده ضعیفی کوچیکی، اون محدوده حرکتی کوچیک کمکی به شما نمیکنه که در همون روز میخواد مثلا چقدر بره بالا. مثلا سهامی که یک دلاره، در اون روز ماکسیمم چند سنت بره بالا یا بیاد پایین که شما بتونید فایده کنید، حالا در بحث فروشش یا در بحث خریدش. بنابراین باید چیکار کنید؟ بنابراین باید برید چیکار کنید؟ برید درست. بنابراین کاری که باید انجام بدید اینه که باید برید معاملات، برید به سمت بازارهایی که دارای نوسان بیشتری هستن، دارای نقدینگی بیشتری هستن. معاملاتی که دارای نقدینگی بیشتری هستن برای شما مناسب ترن. پس برای معامله گری برید به سمت معامله گری روزانه، برید به سمت معاملات بازارهایی که نقدینگی بیشتری دارن و قیمتایی که میتونه نوسان بهتری داشته باشه. اجازه بدید بچه‌ها من یه کاری بکنم، من یه چیزی رو فراموش کردم انجام بدم. من اینا رو یک شبکه های اجتماعی اینا رو خارج بشم که آره که چی بشه، این شبکه های اجتماعی که خارج بشم کلوز که پیغام میاد حواس ما رو پرت نکنه. خب بریم دوباره اینو. پس ما از کم باید شروع کنیم، از حجم معاملات کم، از تعداد سهام کم یا از بازارهای کوچکتر باید شروع کنیم، از میزان کم، تعداد کمتر، اما از حجم بازار کوچک نباید بریم. یعنی نباید بریم سمت بازارهایی که حجم کوچک دارن، بریم به سمت بازارهایی که حجم معاملاتی مناسب دارن. و ششمین نکته، زمان معاملات خودتون رو مشخص کنید. ببینید بچه‌ها، معاملاتی که انجام میشه
یه وقتی میگیم زمان، یه بحثی وجود داره بچه. زمان معامله کردن، شما وقتی معامله روزانه انجام میدید باید با توجه به باشه که مثلا خبر فلان فلان خبر فلان داده اقتصادی کی میاد، بتونید الگوها رو درست تشخیص بدید، اون الگوهای معاملاتی رو کی میرسه مثلا به اوجش که بخواد برگرده، کی میتونه زمان یعنی مناسب ترین زمان برای وارد شدن و مناسب ترین زمان برای خارج شدن رو باید بسنجید. اما اینجا چند تا کار میتونید بکنید. شما میتونید در آنلاین باشید و همون لحظه بخرید و بفروشید، این یک کار میتونید انجام بدید. یه کار دیگه میتونید انجام بدید، اینکه اوردر بذارید. اوردر بذارید که مثلا رسید به فلان قیمت خرید کن، حالا یا بای اوردر یا سل اوردر یا بای لیمیت یا سل لیمیت، یا سل استاپ یا بای استاپ، در واقع اینطوری بگم، یا مثلا بای لیمیت بای استاپ، سل لیمیت سل استاپ. اما یه کار دیگه هم میتونید بکنید، اینه که سعی کنید وقتی که اوردر میذارید، اگر اوردر میذارید، اگر میخواید با اوردر معامله کنید، سعی کنید کاری که انجام میدید چیکار بشه، اینی که حتما اوردر لیمیت داشته باشید، یعنی یک محدوده، یک استاپ، چیزای در واقع زمان در اوردر لیمیت به غیر از حالا چیزی که ما داریم، یعنی حالا مثلا من تو اوردر لیمیت از نظر حجمی بعدا سفارش میدم، اما توضیح میدم تو گزینه بعدی. اما الان یه اوردر لیمیت دیگه از نظر زمانی، یعنی که شما اوردرتون رو اگر میذارید مثلا در قیمت فلان تا قیمت فلان خریداری کشه یا فروخته بشه، حتما یه محدوده زمانی بهش بدید، زمان معاملاتتون رو مشخص کنید. مثلا میگم اوردر میدید که رسید به قیمت فلان خرید کن، رسید به قیمت فلان فروش کن، اینم بذارید که این اوردر کی باید کنسل بشه، این اوردر چقدر اعتبار داره. حواستون باشه بچه، یعنی اگر پندینگ اوردر میذارید، برای پندینگ اوردراتون حتما زمان مشخص کنید، یا در یا اینکه اگر زمان مشخص نمیکنید در اون زمان آنلاین باشید و خرید و فروشتون رو انجام بدید. بعد اینکه یک زمانی رو میخواید معامله کنید، زمانی باشه، زمان در واقع درستی رو باید چطوری وارد کنید. همونطور که عرض کردم اینه که یک کار دیگه باید بکنید، یعنی شما اون نمادی رو که میخواید معامله کنید باید از قبل شروع کنید در موردش تحقیق کردن و بدون که مثلا دیروز شما میخواستید، امروز میخواید مثلا میگم نمادی رو معامله کنید که با دلار در ارتباط، مثلا یورو یو اس دی. یورو یو اس دی اگر میخواید کمترین ریسک رو داشته باشید، بهترین زمان معامله که اینه که صبر کنید ان اف پی اعلام بشه، وضعیت دلار مشخص بشه، بعد با توجه به این تصمیم بگیرید. چرا؟ چون نوسان زیادی ایجاد میشه. یا مثلا دیروز میخواستید پوند معامله کنید، پوند کی بهترین زمان بود برای معامله کردن؟ زمانی که اخبار بانک مرکزی اعلام میشد، یا قبل از، یا درست قبل از اینکه خبر اعلام بشه. حالا تو نیوز تریدینگ ما یه سری استراتژی داریم که اینه که درست قبل از که خبر اعلام بشه، یعنی درست قبل از که خبر اعلام بشه و مشخص بشه چی بشه، با توجه به اینکه مثلا تحلیلات چی میگفتن چی نمیگفتن، خب باید بر اساس این تصمیم بگیرید که پوزیشن خرید بذارید یا فروش. یعنی اینکه زمان رو، زمان معامله کردن، زمان وارد شدن به بازار رو باید درست انتخاب کنید. اگر مبتدی هستید در اون ساعت اولیه که بازار شروع به کار میکنه وارد بازار نشید، اجازه بدید یه نیم ساعت یک ساعتی از بازار بگذره، به خصوص مثلا در زمان خبرهای مهم، مثلا NFP اعلام میشه، بلافاصله بعد NFP وارد بازار نشید. اگر معامله گر کوتاه، اگر تجربه ای ندارید یا تجربتون کمه، بلافاصله وارد بازار نشید، اجازه بدید زمان بگذره، زمان پلیرها یک جابجا بشن، مشخص بشه که روند بازار چیه، میره بالا میاد پایین، قرار چه اتفاقی بیفته، و بعد بر اساس اون بیاید مشخص معامله کنید. اینها نکاتی هستش که بچه‌ها باید حتما بهش توجه داشته باشید، باید بهش دقت کنید تا بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید. هفت، ضررها رو با محدود کردن سفارشات کاهش بدید. محدود، ببینید ما یک عرض کردم تو ششمین، من محدود کردن زمانی رو عرض کردم، اینجا محدود کردن حجمی رو. ببینید محدود کردن محدوده معاملاتی، مثلا میگم اگر اوردر، مثلا اوردر لیمیت میذارید، مثلا میگم اوردر میذارید که مثلا با استاپ در فلان قیمت خریداری بشه، حتما یه استاپ لاس براش مشخص کنید، استاپ لاس دیگه زمانی نه، استاپ لاس حجمی، مثلا در این قیمت بخر ولی اگر این قیمت رسید ببند و از پوزیشن خارج شو. یعنی مشخص کردن محدوده معاملات، مشخص کردن زمان، مشخص کردن حجم معاملاتتون، اینها ضررها رو میتونید کاهش بدید. این کار بسیار بسیار مهمه. چرا میگم این مهمه؟ چون متاسفانه بعضی معامله گران روزانه میگن خب من که همین امروز دارم معامله میکنم، امروز باز میکنم، امروز هم میبندم، خب چه نیازی هستش من استاپ لاس بذارم جلوی کامپیوتر نشستم دیگه؟ نه، استاپ لاس بذارید، چون بازار بعضی وقتا نوسان های یک دفعه ای داره، اون نوسان ها میتونن باعث بشن که سفارشات شما در قیمت خوبی اجرا نشه، جهش پیدا کنه، گپ ایجاد بشه. بنابراین اگر میخواید معامله گردی درستی رو انجام بدید، سعی کنید یک محدوده برای خودتون مشخص کنید، یه اوردر لیمیت برای خودتون مشخص کنید.
قیمت رو اینا میتونید تنظیم کنید، اما در واقع ببینید یه بحثی که وجود داریم که شما باید تا حد امکان، شاید مثلا ما از ریسک ها نتونیم جلوگیری کنیم، از لغزش های بازار، حالا من در مورد لغزش ها بعدا سعی می‌کنم یک ویدیو بسازم که لغزش بازار یعنی چی. در مورد لغزش های بازار شما شاید مثلا لغزش های بازار شما رو محافظت نکنه. لغزش های بازار یعنی که شما وقتی سفارش میدید مثلا قیمت یه چیزه، تا اون لحظه میاد مثلا زمانی که شما سفارش میدید تا زمانی که سفارش شما ثبت میشه قیمت بازار تغییر میکنه، بهش میگن لغزش در بازار. حالا بیام اینو میگم چیز میکنم، سعی میکنم که اینو تماشا ویدیو بسازم براتون توضیح بدم. از اون لغزش ها شاید جلوگیری نکنه، شاید در واقع اینها باعث بشه که لغزش ها در بازار باز هم شما اتفاق بیفته، اما مشخص وقتی شما محدوده معاملاتی رو مشخص میکنید، اون دیگه این لغزش ها از لغزش ها شما رو تا حد امکان بیشتر محافظت میکنه. قیمت در واقع قیمت اجرایی واقعی، حالا ما بهش میگیم تو بحث لغزش ها بیشتر هم صحبت میکنیم. یه معامله گر حرفه‌ای با تجربه برای اینکه از محافظت در اینکه از پوزیشن خودش محافظت کنه، بعضی وقتا میاد از هجینگ هم استفاده میکنه، یعنی میگه که خب در این قیمت بفروش، در این قیمت هم بخر، یعنی یک محدوده مشخص میکنه. اون ببینید مشخص کردن محدودهای معاملاتی و هجینگ ها خیلی باید حرفه‌ای باشید. من اگر حرفه‌ای نیستید، اگر تازه کار هستید، لطفا هجینگ نکنید. هجینگ کردن خیلی حساسه بچه‌ها. هجینگ کردن این بحث ساده ای نیستش که بگیم که خب دیگه این حالا مثلا دو تا پوزیشن مخالف هم دیگه دیگه بره بالا یا بتا، فرقی نمیکنه برای من، فرقی نمیکنه. ولی زمانی که میبندید بعضی وقتا شاید افرادی که مشکل متعلق باز کردنش هست، مشکل مدیریت کردن در زمان بستنه، مدیریت اشتباه در زمان بستن بعضی وقتا بیچاره میکنه آدم. و پس بنابراین در زمینه هجینگ بسیار بسیار لطفا دقت بفرمایید که هجینگتون درست انجام بشه، و اگر حرفی نیستید هجینگ انجام ندید. هشتمین مسئله درباره سود واقع بین باشید. ببینید بچه ها، وقتی ما میگیم درباره سود واقع بین باشید، نقطه‌ای که باید وجود داره، نقطه‌ای که باید انجام بدید چیه؟ نقطه‌ای که باید انجام بدید اینه که شما سود واقعی رو بیایید مشخص کنید که سودی که میخواید چقدره. سودتون که مشخص بشه، با توجه به سرمایه‌تون دنبال یک شبه میلیونر شدن نباشین. ببینید یه مسئله که وجود داره در مورد بحث سود و زیان‌ها، در مورد اینکه چقدر سود میشه چقدر زیان میشه، یه مسئله بچه ها درصد رو از اخبار زنگن که مثلا من 70-80% موفقیتم، 70-80% پوزیشن ها موفق بودن اصلا مهم نیست، درصد پوزیشن های موفق مهم نیست. خیلی از اکثر معامله گرای با تجربه اصلا 50-50 درصد پوزیشن های موفقیتشون، یعنی از نظر تعداد پوزیشن های موفق یا تعداد پوزیشن هایی که فایده میشه یا ضرر میشه اصلا اون مهم نیست. تعداد پوزیشن ها اصلا اهمیت بهش ندید که چند درصد پوزیشن های شما خوب با فایده بسته شده، چند درصد با ضرر. مهم براتون این باشه که میزان ضرر هاتون چقدر بوده، میزان فایده هاتون چقدر بوده. یعنی به محض اینکه وارد سود شد نبندید، اجازه بدید واقع بین باشه که پوزیشن شما در چه وضعیتیه، شما وضعیت بازار چی، آیا شما روند میتونه ادامه پیدا کنه، فایدهتون بیشتر بشه یا نه، تیک پروفیتاتون درست مشخص کنید، یا اگر مثلا تو اشتباه پوزیشنی رو اشتباه باز کردید در یه لحظه وارد سود شده یا سیف شده حتما ببندید اگر متوجه اشتباهتون شدید، چون اشتباه رو هر چقدر کوچیک‌تر انجام بدی بهتره. این یعنی ضررهاتون رو سعی کنید کوچیک کنید. ضررهاتون رو که کوچیک کردید بعدا میتونید در واقع هر چقدر زر. چون فایده کردن هم تو کس کردن 50-50 تعداد معاملات میتونه فایده باشه. خب مسئله اینه که اون چند تا فایده میشه، یعنی مسئله ارز کردم این نیست که چند تا فایده چند تا ضرر میشه، مسئله اینه که اونایی که فایده میشه چقدر فایده میشه، اونایی که ضرر میشه چقدر ضرر میشه. یعنی میزان ضررهاتون رو باید مدیریت کنید و حساب کنید که تعداد، در واقع اون استراتژی ورود و خروج دقیق معاملاتتون رو برای خودتون مشخص کنید. نکته نهم ما خونسرد بودن. ببینید شما اگر میخواید معامله‌گر روزانه حرفه‌ای باشید، باید خونسرد بودن رو، آرام بودن رو یاد بگیرید. آرامش داشته باشید، خونسرد باشید، حرص نداشته باشید، ترس و امید واهی نداشته باشید. برای اینکه اینا رو از خودتون دور کنید، من پیشنهاد میدم به خصوص برای افراد همکار ما که کار در بازار سهام، در بازار مالی انجام میدن و اکثرا نشسته هستن، حتما یک سری حرکات روزانه ورزش مثلا تو خونه سعی کنید که مثلا من از این توپایی که باش ورزش میکنن، از این توپا دارم، یه سری چیزای روزانه تو خونه باش ورزش میکنن، یه سری چیزای اینطوری دارم که وقت از جلوی کامپیوتر پا میشم با اونا سعی میکنم یک نرمشی انجام بدم. این انجام دادن حرکات نرمش در خونه، اینو حتما یادتون باشه بچه‌ها، اینو حتما انجام بدید. انجام یه سری حرکات نرمشی، انجام یه سری حرکات که حرکت جسمانی، حرکت فیزیکی عملا،
نه اینکه ذهنی، حرکت فیزیکی، عملا پاشید از جلوی کامپیوتر یه سری حرکت فیزیکی انجام بدید، نرمش کنید. اینها به شما کمک میکنه که بتونید اون آرامش و خونسردی خودتون رو به دست بیارید. داشتن خونسردی در استراتژی روزانه بسیار مهمه. و نکته آخر این که باید سریع حرکت کنید، اما لازم نیست سریع فکر کنید. ببینید بچه ها، به برنامه خودتون باید پایبند باشید. پایبند بودن به برنامه با یه سری نکات، یعنی اینجا مثلا من گفتم تصمیم گیری سریع باید داشته باشین، تصمیم گیری سریع رو بر اساس پایبندی به برنامه داشته باشین. تصمیم گیری سریع لازم نیست سریع فکر کنید. قبلا شما به صورت عمیق فکر کردید، پلن معاملاتیتون مشخص دقیقه، پس عمیق فکر کردید. وقتی میگیم سریع فکر کردن به معنای غیر عمیق فکر کردن نیست، به معنای سرسری فکر کردن نیست. بچه‌ها سریع فکر کردن با سرسری فکر کردن فرق داره. سرسری فکر نکنید، دقیق فکر کنید، عمیق فکر کنید، پلن معاملاتی درست، استراتژی درست بچینید، نقاط ورود و خروجتون رو مشخص کنید، همه اینا رو بچینید، اما سریع باید بتونید تصمیم بگیرید. پس وقتی ما میگیم سریع تصمیم گرفتن، بچه‌ها این سریع تصمیم گرفتن رو لطفاً خواهش می‌کنم، سریع تصمیم گرفتن رو با چیز مقایسه با سریع تصمیم گرفتن رو با غیر عمیق تصمیم گرفتن چیز نکنید، با غیر عمیق تصمیم گرفتن قاطی نکنید و با سرسری تصمیم گرفتن قاطی نکنید. اینا نکاتی هستش که یه ضرب المثل وجود داره بچه‌ها. من اینم ببینید، یه ضرب المثل اینجا من انگلیسیش نوشتم، فارسیش هم نوشته بودم فکر کنم. آره ضرب المثل وجود داره. حالا تجربهش شاید اینجا تجارت خود برنامه‌ریزی کنید و برنامه خود معامله کنید. ببینید، plan your trade and trade your plan، یعنی اینکه برنامه‌ریزی کنید از قبل. حالا من نمیدونم مثلا تو نوشتاری درست نوشتم براتون یا تجارت خودتون رو برنامه‌ریزی کنید و برنامه خودتون رو تجارت کنید. ترجمه کلمه ایش هستش، حالا من جنوشم، یعنی این plan your trade and trade your plan، یعنی اینکه برنامه ریزی کنید و با برنامه معامله کنید. یعنی باید برنامه ریزی درست انجام بدید و با اون برنامه تون درست معامله کنید. اون برنامه تون رو شما باید بتونید بفروشید. مثل اینکه میگم باید برنامه رو بتونید بفروشید، اون خبرتون رو، اون برنامه تون رو، اون استراتژیتون رو باید بتونید بفروشید. پس استراتژی ایجاد کنید و اون استراتژیتون رو معامله کنید، اون استراتژیتون رو بفروشید، سعی کنید استراتژیتون رو به نتیجه برسونید. اینها مهمترین نکاتی بودن. اما چه در واقع چه چیزی باعث میشه که معاملات روزانه دشوار بشه؟ ببینید، چالش میکشه. یه سری نکاتی داریم که معاملات روزانه رو به چالش میکشه. معاملات روزانه معمولا به تمرین و دانش کافی نیاز داره و اگر یک سری چیزها رو تمرین درست نداشته باشید، دانش کافی نداشته باشید، به چالش کشیده میشید، دچار مشکل میشید. بدونید که در برابر حرفه‌ای‌ها دارید معامله میکنید، یعنی اینکه شما در خرید و فروش که میکنید فقط شما نیستید، با در برابر یک سری افرادی معامله میکنید که بهترین کار خودشونن، از بهترین ابزار دارن استفاده میکنن. بنابراین شما باید پیشرفت کنید در روز. اگر حتی اگر در واقع روزانه‌تون مثلا در اون روز به فایده نرسیدید، حتما حداقل مطمئن بشید که از اون روز چیز یاد گرفتید. یعنی اگر امروز فایده نکردم از نظر پولی، حداقل امروز یک چیز یاد گرفتم که این چیزی که یاد گرفتم، این دانشی که یاد گرفتم، فردا بتونه تو مسیر معاملاتم به من کمک کنه. اینا نکاتی که باید بهش حتما توجه کنید. اگر اینا رو انجام بدید، میتونید در واقع در نهایت برای سودهای بیشتر آماده بشید. ببینید، ما یه مثل تو انگلیسی داریم، حالا من اینجا نوشتم عموی شما هم، ما تو انگلیسی حالا بهش میگیم که عمو آنکل سام یک ضرب المثله. میگیم حتی مثلا عمو سام، یا مثلا نزدیک شما، یک فرد مثلا عضو خانواده، یعنی در واقع معنیش میشه آنکل سام که میگیم یه چیزی هست، میگیم عضو خانواده. حالا من اینجا ترجمه کردم براتون عموی شما، حالا نمیدونم در واقع بهترین روش چی باید بنویسم. اینه که میگیم که حتی عموی شما در واقع دنبال اینه که از فایده شما یک سهمی ببره، از ضرر شما، یعنی شما چون در برابر اون خرید و فروش که میکنیم، یکی که ما میفروشیم، یکی خریده، یکی ما خرید میکنیم، یکی فروخته دیگه. ما میگیم وقتی با کس دارید معامله میکنید، حتی عموی شما هم در واقع دست از سر شما بر نمیداره و حتی میخواد از شما فایده ببره، حتی اگه به مقدار ناچیز. بنابراین شما در مقابل حرفه‌ای معامله میکنید و باید حواستون باشه. به عنوان یه سرمایه گذاری فردی، ممکنه در واقع باعث بشید که در واقع چون به عنوان فرد دارید معامله میکنید، یه سری سوگیری ها، جهتگیری های عاطفی و روانی بتونه در واقع شما تاثیر داشته باشه. معامله گرای حرفه ای معمولا میتونن این موارد رو این تو استراتژیشون اوید کنن، بذارن کنار، این سوگیری های در واقع سوگیری های روانی رو، این تصمیم گیری های عاطفی رو. سعی کنید از اینها دور باشید و در واقع سرمایه شخص، چرا؟ چون وقتی که سرمایه شخصی وارد معاملات میشه، یه سری روابط عاطفی هم بیشتر میشه. این کل معاملات، صحبت هایی که بود، سوالی اگر هست بنده در خدمتتون هستم. و
قبل از که بریم بخش سوال ها، در مورد پرایس اکشن هفته آینده داریم. بله، در مورد این 5 تا معاملاتی که گفتم هفته آینده در مورد پرایس اکشن داریم. نحوه معامله در بازار سهام بچا پرسیده بودن، در مورد بیشتر توضیح میدیم. استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید و اینکه سرمایه خودتون رو کنترل کنید تا ریسک خودتون در واقع مدیریت کنید. این manage your risk، control your asset to manage your risk، اینا چیزایی هستش که ما هفته های آینده داریم. سوال یکی از دوستان این بود که در مورد نوسانگیری در معاملات طلا بهترین استراتژی چی هست؟ میشه ببینید بچه ها، ما هیچ بهترین استراتژی، آقای احسان، ما قبلا هم عرض کردم خدمتتون، ما هیچ چیزی به نام بهترین استراتژی یا بدترین استراتژی نداریم. خواهشی که من از شما دارم اینه که شما استراتژی مختلف رو یاد بگیرید، ببینید کدوم یکی برای شما مناسب تره. شاید اون استراتژی که برای من مناسب باشه برای شما مناسب نباشه، اون استراتژی که برای شما مناسب باشه برای من مناسب نباشه. اینه که ما چیزی به نام بهترین استراتژی یا بدترین استراتژی نداریم. تجربه و یاد گرفتن استراتژی مختلف چیزی که به شما کمک میکنه، همونطور گفتم چطوری میتونید استراتژی مناسب خودتون رو پیدا کنید، این که شما تجربتون رو باید بسنجید، دانشتون رو بسنجید و تو این مسیر در واقع ببینید که زمانتون چقدر زمان دارید. یعنی شما میگید بهترین استراتژی برای من چیه، شما باید اول ببینید که روزی چند ساعت میتونید معامله کنید. شما به پوزیشن های کوتاه مدت علاقه دارید، بلند مدت علاقه دارید؟ یعنی نوسانگیری هم فقط نوسانگیری حتما معاملات کوتاه مدت نیست، نوسانگیری معاملات در معاملات بلند مدت هم میتونه انجام بشه. شما باید مشخص کنید که در واقع روزی چند ساعت میخواید صرف کنید، سیستم معاملاتتون چیه، از نظر روانشناسی به چه صورت علاقه دارید. یعنی مشخص کردن بهترین استراتژی این نیستش که ساده نیست که میگن در واقع مثلا این فلان استراتژی بهترین استراتژی، بدون استفاده کردن همچین چیزی وجود نداره. هر کس هم به شما بگه در حق شما خیانت کرده. هر استراتژی، هر معامله گری باید بر اساس توانایی خودش استراتژی خودش رو مشخص کنه. خیلی خواهش، امیدوارم به دردتون خورده باشه. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شما برای NFP آنلاین باشید. الان هم که صفحه بسته میشه ساعت 5 بعد از ظهر روی یوتیوب برای NFP آنلاین هستن، برای تحلیل NFP، تحلیل آنلاین NFP روی یوتیوب صحبت میکنیم در مورد طلا افت داشت یا نداشت. آقای لطفی روی یوتیوب در مورد تحلیل طلا صحبت میکنیم، اونجا حتما آنلاین بشید، اونجا توضیح میدم که چارت باشه که بتونیم صحبت کنیم. در مورد طلا در روزهای گذشته کامل صحبت کردیم. آقای لطفی شما تحلیل آنلاین بازار روز چهارشنبه رو اگر نگاه کنید، اونجا من در مورد طلا کامل توضیح داده بودم و اینکه چرا روند نزولی طلا میتونه ادامه پیدا کنه، روند صعودی دلار میتونه ادامه پیدا کنه. روز تحلیل، روز تحلیل‌های لایو رو بچه‌ها از دست ندید. بچه‌ای که در مورد تحلیل بازار می‌پرسن، بچه‌ها روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 4 تحلیل لایو داریم. امروز هم به خاطر NFP ساعت 5 آنلاین میشن روی یوتیوب. اونا رو از دست ندید. خیلی میتونه بهتون کمک کنه، میتونه به نفعتون باشه. اینا رو حتما باز کنید و ببینید. امیدوارم به درتون بخوره. پیشنهاد و انتقاداتتون رو لطفاً فراموش نکنید. صفحه که بسته میشه نظرتون در مورد وبیناری که داشتیم رو بگید لطفاً، و همینطور لطفاً راه با ما هم هستش که اینجا وبینار که بسته میشه پیشنهاداتتون در مورد وبینارهای آینده، موضوعات آینده هم فراموش نکنید که بنویسید. یا حق و تا ساعت 5 بعد از ظهر که روی یوتیوب آنلاین خواهم شد. خدا نگهدارتون.